سرخط مهمترین های امروز. رایزنی پاکستان برای طالبان. اسلام آباد از جو بایدن میخواهد که به توافقنامه دوحه پابند بماند. حکومت و رهبری نهادهای امنیتی متهم به ناکامی. دو افسر ارتش دیشب در کابل ترور شدند. زنگ میزنی بجوش خاموش کرده، زنگ میزنی بجوش خاموش، چه گناه کنید؟ نگرانی ها از تردد وسایط شهری با پلیت های جعلی در ننگرهار. مقام های محلی روند بایومتریک را برای این وسایط آغاز می کنند. و جمهوری خواهان در سنای امریکا خواهان تأخیر در استیضاح ترامپ. بیننده مهمترین ها از یک با من نصرت منصور هستید. مشروع خبرها، پاکستان از اداره جدید امریکا میخواهد که به توافقنامه امریکا با طالبان پابند بماند و بر خروج نیروهایش از افغانستان ادامه دهد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در گفتگو با الجزیره از اداره جو بایدن خواسته است که در روند صلح افغانستان نقش بیشتر بگیرد و اجازه ندهد که فرصت کنونی از بین رود. از سوی رئیس جمهور غنی میگوید با آنکه بیش از 70% مردم افغانستان از طالبان خاطره خوش ندارن، اما آغوش نظام جمهوری بروی آنان باز است. در این حال دبیر کل ناتو بار دیگر تاکید کرده است هر تصمیمی که در مورد افغانستان گرفته می شود باید سنجیده شده و در هماهنگی با تمام عضوهای این پیمان باشد. عادی سحر گزارش می دهد. تعیین خط و نشان اسلام آباد به کاخ نشینان جدید امریکا. درست پس از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن در امریکا، پاکستان از حالا برای سیاست امریکا در افغانستان نسخه نوشته است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به اداره جو بایدن امریکا گفته که توافقنامه امریکا و طالبان را حفظ کند و موادهای این توافقنامه از جمله خروج نیروهایش را از افغانستان عملی کند. وزیر خارجه پاکستان ابراز امیدواری کرده که امریکا از این فرصت استفاده کرده و تلاش هایی را که در این زمینه انجام شده وارونه نکند. گمان نکوم که افغانستان با دعوی پراتون که اصول میاشتو که بنیادی مسئله وی او عقیب غواری چه به بین الافغانی مذاکراتو که پرمختگ شی او مسئله دا غی دلار حل شی نو او دا اوس امتحان دیره طالبان او دا افغانستان دا حکومت دا پلاوی و دا حکومت چه سنگا دا مشکل چې اوس په بین الافغانی مذاکراتو کې ښکاري چې پرمختګ نشته، په ایجنډا باندې اتفاق نشته، نو دا دی پورې اړه لري. اسد مجید خان سفر پاکستان در واشنگتن نیز به جیو نیوز گفته که اسلام آباد و واشنگتن در کنار متحدان جهانیش برای موفقیت روند صلح در افغانستان همکاری خواهند کرد. او تاکید کرده که امریکا هم نمیخواهد از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده شود. طبیعی خبره ده چې د جو بایدن پالیسی به تغییر لري، خو په کل کې د امریکا پالیسی تغییر نه کوي. هغوی ډېر قوي دپارتمنټونه لري د داسې موضوعاتو لپاره، او د ترامپ پالیسی ډېره په عجله روانه وه. هغوی غوښتل د افغانستان د سولې خبرې ډېرې په عجله پای ته ورسېږي. از سوی نشریه سیتی تایمز گزارش داده که ممکن است پاکستان و دلیل عدم اقدام در برابر حضور گروه های حرس افغان مانند جماعت الدعوه و جیش محمد در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی بماند. ینس استلتنبرگ دبیر کل ناتو هم در دیدار با وزیر خارجه ترکیه در بروکسل تاکید کرده است هر تصمیمی که در مورد آینده افغانستان گرفته می شود باید آگاهانه و در هماهنگی با تمام متحدان جهانی افغانستان گرفته شود. در افغانستان اما رئیس جمهور غنی همچنان بر پیوستن و ادغام طالبان به نظام جمهوری تاکید دارد. 70.60% مردم افغانستان عمرش زیر سن 30 است. معنیش چیست؟ اکثریت مطلق مردم افغانستان هیچ نوع خاطری از طالب ندارد، غیر از خشونتی که امروز تجربه کردن. و شما فکر میکنید که با ذهنیتی که اینا میخوان تهدید کنن و ترور کنن، ای 76% مردم افغانستان برای اینا تسلیم میشه؟ آغوش جمهوریت بسیار کلان است. ما رای حل سیاسی را از خاطر شما میخواییم، از خاطر آید که بتانیم اینا در پیکر سیاسی افغانستان جای شوند.
در سوی دیگر وزیر امور خارجه در این روزها سرگرم دیدار از ریاض و جلب پشتیبانی آلمان دین این کشور برای حمایت از روند صلح و محکومیت ادامه جنگ طالبان است. در جریان این سفر وزیر امور خارجه کشور سند تفاهم همکاری میان وزارت معارف افغانستان و وزارت معارف عربستان سعودی را به امضا رساند و با وزیر امور خارجه آن کشور و رئیس رابطه عالم اسلامی آن کشور در زمینه جلب حمایتشان برای صلح افغانستان صحبت مفصل بود. در امریکا هم جو بایدن دستور بررسی اطلاعات در مورد پرداخت پول از سوی روسیه برای کشتن سربازان امریکایی در افغانستان را صادر کرده است. موضوع مهم بر سرنوشت جنگ و صلح افغانستان که ترامپ بارها آن را نادیده گرفت. رئیس جمهوری همچنین دستور برای جامعه اطلاعاتی صادر می کند تا ارزیابی کامل از دخالت روسیه در انتخابات سال 2020، استفاده از سلاح‌های کیمیایی علیه رهبر مخالفان روسیه و ادعای پاداش بر سر سربازان آمریکایی در افغانستان است. اما زمیر کابولوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، از تحقیق در این مورد استقبال کرده و گفته که او مطمئن است اداره بایدن نمیتواند هیچ رابطه میان مسکو و طالبان پیدا کند. آقای طارق فرهادی، مشاور پیشین رئیس جمهوری از سوئیس با ما وصل هستند. آقای فرهادی، ظاهرا این نگرانی بسیار جدی است که راه رفته ترامپ را بایدن دنبال نکنه در مورد توافقنامه آمریکایی ها با طالبان در دوحه. چقدر از نظر شما واقعی به نظر می رسد؟ سلام و احترام به شما. امکان داره که حکومت بایدن کمی مدت دراستر بسازد، تقریبا یک شش ماه برای از ماه می، شاید شش ماه دیگه هم وقت بتن که قشونشان کاملا خارج شوه و مذاکرات صلح یک چانس بتن. اما چیزی که دیده نشده در مذاکرات صلح در این مدت تقریبا 4-5 ماه گذشته که طرفین بسیار دور هستن از همدیگر و این فشاری که پاکستان هم میاره، نه تنها وزیر خارجهش بلکه سخنگوی عمران خان در امور امنیت ملی دو سه روز پیش وقتی که بایدن نو رئیس جمهور شد این چیز گفت که اولین چیزی که برای ما مهم است این است که منطقه صلح در منطقه صلح بیاید. مقصد از اونا از افغانستان است. اونا پاکستانیا افغانستان برای امریکا باعث یک جای تشنج نشان میدن و اونا میگن که ما هستیم اسلام آباد که با تمام رهبران افغان روابط داریم و ما میتونیم که اینا را به این حد برسانیم که هم دیگه یک معامله سیاسی کنند. رئیس جمهور هم در هرات گفت که حال آغوش جمهوریت آواز میکنیم، به خاطر شما ما مجبور هستیم که امروز از اینا معامله کنیم. پس در پشت پرده مسئله معامله سیاسی هست. این که چی وقت کابل قبول میکنه که یک معامله سیاسی شوه، در حالی که به مردم گفته میشه که سر هر نقطه مذاکره میشه، ارزش ها، خانما، یگپا، اما در حقیقت امکان داره که معامله سیاسی بسیار زودتر مجبور شد و افغانستان و طالبان که بین هم دیگه معامله سیاسی کنند. آقای فرهادی، بسیار کوتاه، در صورتی که تغییر تاکتیکی به گونه مثال، اگر تا ماه می سربازان آمریکایی به گونه کامل از افغانستان خارج نشن و حکومت بایدن در تلاش بازنگری باشه، وضعیت افغانستان را چگونه تصور میکنین؟ بسیار کوتاه. تشنج زیادتر میشه به خاطر که عالی فشار طالبان تشنج است و اما دو چیز باید که از طالبان حاصل شود. یکی حقوق شهروند، یک تضمین گرفته شود ازشان و دیگه موجودی ملی حتی با یک تعداد کمتر، اما این دو چیز باید قبول کنند. فکر میکنین طالبان جنگ را شدت ببخشن؟ بله بله، جنگ مستقیم با نیروهای آمریکایی را. با نیروهای آمریکایی جنگ نمیکنند، به خاطر اینکه اونا بسیار مواظب هستند که قراردادشان امروی آمریکا خراب نشه. آمریکای بایدن هم قراردادی که دارن به او ارزش زیاد قائل هستند. اما این قرارداد تا ماه می است آقای فرهادی. میتونن کورو مذاکره کنن یک دو سه ماه دیگه و تا با شاید قبول هم کنن. ممنونتان آقای فرهادی.
خانواده یک افسر ارتش که دیشب در شهر کابل ترور شد، رهبری حکومت و نهادهای امنیتی را به ناکامی متهم می کند. آنان وضعیت کنونی شهر کابل را برای حکومت شرم‌آور می خوانند. نواب برسی، افسر ارتش قول اردوی 209 شاهین و ابو طالب سادات، همکارش شام دیروز زمانی که به طرف خانه می رفتن، مترعاملشان در کوته سنگی از مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل هدف شلیک تفنگداران ناشناس قرار گرفت. امان فرهنگ گزارش می دهد. غمی از دست دادن دلبندش چنان سنگینی می کند که زندگی را برایش تاق کرده است. نه لب توان حرف زدن دارد و نه پا توان ایستادن. آتشی که در قلب مادر و همسر نواب هم شعله ور شده. میگوید پسرش به این گناه کشته شد که برای تأمین امنیت مردمش تلاش میکرد. شام دیروز چشم براه رسیدن فرزندش به خانه بود که خبر مرگش را دریافت کرد. به مادرش گفته بود که شب مهمان دارد. من از خانه که بوجه بیگا دیگی چار پنج نفرم مهمان بود میرم قطعات خطی. آره. دیگه چین من تو در خانه من در رای زنگ میزینی بچه چی خاموش در رای زنگ میزینی بچه چی خاموش چی گناه خودت زندگی مرا خراب کرد. میگوید دیگر زندگی برایش معنا ندارد. درگم درگم ای خدا سر نگون کنر زندگی مرا خراب کرد. ای خدا دبلای سخیر در جای شرد بغز گلوی خواهرش را گرفته و از دست دادن برادر شوکش کرده است. نواب ورسی و همکارش ابو طالب سادات شام دیروز در کوته سنگی زمانی که به سمت خانه در حرکت بودند، در مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل ترور شدند. نواب ورسی بیش از 10 سال در ارتش وظیفه اجرا کرده بود و از او 3 فرزند به جا مانده است. اینجا در گوشه دیگری از شهر کابل شماری از خانواده های قربانیان گرد آمدند که نزدیکانشان در هفته های پسین ترور شدند. اینان وضعیت کنونی را پذیرفتنی نمی دانند و از حکومت می خواهند که عاملان قتل های هدفمند را بازداشت و محاکمه کند. امید ما از حکومت افغانستان همی است که پرونده تمام از این شهدای گلگون کفن راه مبارزه را به شکل عادلانه و شفاف بررسی بکنه و کسایی که در این جنایت دخیل بودن، دست داشتن، اونا را به پنجه قانون بسپارن. دادهای تکان دهنده اخیر را به خوبی مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهیم، در خواهیم یافت که چنین جنایات علاوه بر این که اتوریته و تدبیر حکومت را زیر سوال قرار می دهد، دامنه نگرانی ها را وسیع و اعتماد میان حکومت و جامعه را به شدت آسیب پذیر می سازد. تقسیم نیست. اما اینجا رئیس جمهوری در هرات از جلسه 6:30 صبح معاون نخستش توصیف می کند. برای امنیت هرات و امنیت باقی افغانستان توجه اساسی ما معطوف است. جلسات 6:30 صبح معاون سب اول می بینیم. معاون سب اول از ما چی میکنند؟ نوخواست. اما برخی شهروندان وضعیت کنونی را به حکومت شرم‌آور می خوانند. این بزرگ مردا دیگه چیزی برای شرم برایشان باقی نمانده. حادثه هر روز میبینن که جوان ها هدف های ترورمند هست، هر روز شهید میشه و هر روز قربانی میشه، دیگه چیزی به نام شرم برای دولت مردا باقی نمانده. مخصوصا امرالله صالح معاون نخستی رئیس جمهور گفته بود که ما وضعیت امنیتی را مخصوصا در شهر کابل بهبود مییابیم، اما بهبود نیاد بلکه روز در روز بدتر شد. افزایش ترورهای هدفمند به ویژه کارمندان دولتی و نظامیان ارتش این نگرانی را در بین شهروندان کشور به وجود آورده است که نهادهای امنیتی که برای تأمین امنیت کارمندان خودشان کار کرده نمی توانند، چگونه برای تأمین امنیت شهروندان کار کنند. 26 جنگجوی طالب از جمله 2 فرمانده مهم این گروه در ولسوالی پنجوایی قندهار کشته شدند. قطعه 03 نیروهای امنیت ملی در اعلامیه میگویند در عملیات پاکسازی روستاهای این ولسوالی، حافظ مجید رئیس جلب و جذب طالبان در ولسوالی های قندهار و فرمانده قطعه سرخ طالبان برای فراه کشته شدند. بنابر این اعلامیه در این عملیات حدود 30 بشکه ماین کشف و خونسا شده و تجهیزات جنگجویان طالبان به دست این نیروها افتاده است. در ننگرهار هم در پی عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی در ولسوالی های خوگیانی، اکرمخیل و شیرزاد، دست کم 16 جنگجوی طالبان به شمول 5 سرگروهان کشته شدند. این در حالی است که در نیمروز در پی حمله طالبان بر یک پاسگاه پلیس در ولسوالی خاشرود دست کم 6 سرباز جان باخته و 3 سرباز دیگر زخمی شدند.
در یک شبانه روز گذشته 76 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در کشور ثبت شده است. بنابر آمار وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته 3 بیمار کرونایی هم در کشور جان باختند. این در حالی است که همزمان با نگرانی ها از گسترش گونه های جدید کرونا، شهروندان کشور اصل فاصله گیری اجتماعی و پوشیدن ماسک در مکان های مزدحم را رعایت نمی کنند. بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی، سرعت شیوع گونه های جدید این ویروس بیشتر است و همچنین ممکن است مرگبارتر از گونه های پیشین آن باشد. از آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور، وزارت صحت عامه 54559 مورد مثبت کرونا را ثبت کرده است که از این میان نزدیک به 2400 تن جان باخته و نزدیک به 47000 تن دیگر بهبود یافتند. شمار اعضای شورای ولایتی و باشندگان هرات سفر رئیس جمهور غنی به این ولایت را نمایشی و یک سفر کاملا تشریفاتی می‌خوانند. آنان با انتقاد از رئیس جمهوری میگویند وعده‌هایی را که آقای غنی در سفرهای پیشینش با باشندگان هرات داده بود عملی نکرده است. این در حالی است که آقای غنی پس از پایان سفر دو روزه‌اش پس از چاشت امروز به کابل برگشت. نهمین سفر رئیس جمهور غنی به ولایت هرات با انتقادهای تند باشندگان این ولایت روبرو شده است. شماره از عضوهای شورای ولایتی و فعالان سیاسی در هرات میگویند که رئیس جمهور به هیچ یک از وعده هایش که در نه سفری که در دو دور ریاست جمهوریش به آنان داده عملی نکرده است. آنان تاکید دارند که وعده های رئیس جمهور در مورد گشایش پروژه ها، حل چالش های امنیتی و اقتصادی نمایشی بوده است. هر وقتی که بحث آمدن رئیس جمهور به هرات مطرح میشه، بازار یک تعداد از تکه‌داران قومی و کمیشن کاران حرفه‌ای گرم میشه و یک حلقه خبیثی کوشش میکنند که رئیس جمهور را در محاصره خود بگیرند و واقعیت های عینی و سرسختی که در ولایت هرات وجود داره اینا درست انعکاس پیدا نکنه و رئیس جمهور در خلای معلوماتی قرار بگیره. اگر بتونن در شرایط کنونی دل مردم رو به دست بیارن، تامین امنیت بکنن، خواسته های مشروع مردم و قانونی مردم رو برآورده بکنن، خب مسلما مردم در کنار دولت خواهند موند و الا مردم شاید روی گزینه های دوم و سومی که وجود داره در اون قسمت تمرکز بکنن. تنها مردم از سفرهای رئیس جمهور انتقاد نمی کنند. خبرنگاران محلی در هرات نیز به دلیل اینکه رئیس جمهور تلاش دارد تمامی برنامه‌هایش را در این ولایت به دور از چشم رسانه‌ها برگزار کند، یک نشست خبری معاون سخنگوی رئیس جمهوری را تحریم کردند. دا چې هرات کې نن و اجندا کې رسونی ته ځای نه دی ورکول شوی. داس ما په فکر سره د ولسمشر د مطبوعاتي ټیم به برنامه شي، نو له همدې امله هرات کې رسنی او موږ د ولسمشر د ویان مرستیال کنفرانس تحریم کړ. اما در یک بسته تصویری 30 ثانیه‌ای که ارکی ریاست جمهوری ظاهرا از یک نشست خبری آقای غنی نشر کرده، رئیس جمهور به حمایت از آزادی بیان تاکید میکند. آزادی بیان جزء اساسات قانون اساسی است. هر کسی که نظریات داره هزار دفعه مطرح کنه، اما کسایی که مطرح میکنن تفصیل بتن، سوالات اون داره جواب بتن و اگه مردم افغانستان قانعی ساختن به مورا میریم. رئیس جمهور در حالی به هرات رفته که در روزهای پسین باشندگان این ولایت از افزایش ناامنی، آدمربایی و قتل‌های هدفمند به شدت نگرانند. نگرانی هایی که به گفته آنان هنوز حکومت برای رفع آن کاری نکرده است. باشندگان ننگرهار از تردد وسایط شهری با شماره پلیت‌های جعلی در مرکز شهر جلال‌آباد ابراز نگرانی می‌کنند. اینان می‌گویند که برخی از رکشاهای شهری نیز از شماره پلیت‌های جعلی برای عبور و مرور استفاده می‌کنند. مقام‌های امنیتی در این ولایت می‌گویند که برای پیشگیری از جرم‌های جنایی و تردد غیرقانونی وسایط، مالکان تمامی رکشاهای شهری در این ولایت بایومتریک خواهند شد. جلال آباد شهری که روزانه شاهد عبور و مرور هزاران موترهای شهری و باربری است. این شهر بازرگانی و مرزی افغانستان به دلیل داشتن آب و هوای گرم شهره است. هوای گرم و بهاری این ولایت باعث شده که تردد ریکشاها در این ولایت بیشتر شود. ننگرهاریان هم به دلیل درباز بودن و قیمت کمتر آن از این وسایل بیشتر استفاده می کنند. اما در این شب روز استفاده از پلیت‌های جعلی در این وسایط شهری باعث نگرانی باشندگان ننگرهار شده است.
نن سبا چې کوم دا رشکې نیول شروع شوې دي نو دا ډېر ښه اقدام دی، ولې چې دا ټول فساد یا ویشتل یا غلا دا ټول د دې همدې رشکو نه کې موټرو بې نظمي زیاته ده، ښار کې ګڼه ګوڼه د خلکو زیاته ده، داسې یو سیستم ورته جوړ چې ښاري موټرې یو به کرایه کمی او بل به دا رش زیات وي، داسې په دې کې به جنایي پیښې ټکر اکسیډنټ دا شیان به لږ کم شي. مقام های محلی ننگرهار نیز استفاده از پلت های جلی توسط ریکشاها را تایید می کنند. اسپانه چې اکثریت ریکشا چلاونکو جالي پلیټون سب کړی دي، مثلا یو ریکشا ته پلیټ ورک ورشه دی او دوی څو ریکشا او عامه کاپی کړی دی او خاطر چې پته غته کوي په دې مخه چې دا خط تثبیت شي بایومټریک شي دوی نیول کیږي او غسنا دي ټول قتل کیږي، له هغه وروسته هغه چې جالي پلیټ وي له سره به قانون کړن تر سره کیږي. در سوی دیگر مالکان و صاحبان وسایط ریکشا در ننگرهار دیدگاه متفاوت نسبت به این نگرانی ها دارند. میگویند که با وجود داشتن نمبر پلیت های رسمی، ایست های بازرسی شهری برای آنان مشکل ایجاد می کنند. بس ریشکن را نیولی دو بس پختنه نشته دو بس رو را بس ریش از کرده چک پین که بوداری بس رو را نور خبر معلومه نده چه خبر چه ده قانونی پلیت هم لرو پلیتونه را کړی دي غیر قانوني کار مونږ نه کړی دي، یو پلیټ باندې لاس 15000 ولزر روپۍ مونږ نه تلی دي، نو دا یو پلیټ اوس په 10 روپۍ قیمت لري، دا یو ځوار کول دوه نه ور کول، یو به مخ لګول یو به شاته لګول. فرماندهی امنیه ننگرهار از پلان منظم برای تردد موترهای شهری به شمول ریکشاها خبر میدهد. موږ به په دې نږدې ورځو کې اشترینگی رکشاوی چه بخار که در رفت و آمد لری او بخار که گردی دابا پو لینون دی ولسواله و لکه چپلیار سرخرود رودات او دکامی پا استقامت بانی تنظیم کو. باورها در جلال آباد بر این است که وقوع اکثر جرم های جنایی در این شهر ناشی از همکاری وسایط بیپلیت و جلی می باشد. شماره از باشندگان ولایت پروان مقام های محلی به ویژه پسر والی این ولایت را به زورگویی و غصب زمین متهم می کنند. به گفته اینان عبدالستار خیرخواه مشهور به جندخان یکی از فرماندهان جهادی در تبانی با اداره محلی این ولایت 50 جریب زمین را در روستای اوفیان شهر چاریکار غصب کرده است. عبدالستار خیرخواه اما این ادعاها را رد می کند و می گوید که این زمین ها ملکیت شخصی اوست و سندش ثبت اداره محلی پروان است. نزاع بر سر مالکیت زمین. با پرخاش و خلق تنگی ادعا می کنند که مالکیت این زمین ها به آنان برمیگردد. می گویند که عبدالستار خیرخواه مشهور به جندخان یکی از فرماندهان جهادی قصد دارد زمین های شخصی آنان را غصب کند. و باور اینان مقام های محلی به ویژه پسر والی پروان نیز با این فرمانده جهادی هم دست است. یک تیل زمین کشتی ما کمانده امروز جندخان اسکیج آورد اسکیج کده کمی سایه زمین دیگه باقی مونده ما رو بگیره به خودش. مالیه می دادیم تا دوران کرزه ما مالیتی داریم، تا دوران کرزه ما مالیتی داریم، خود دولت ما را کش کرد که بیا مالیت آنه بدیم. معترضان اسناد مبنی بر مالکیت شخصی بودن این زمین ها را نیز بر دست دارند. پرداخت مالیاتی از سال 1302 به این طرف. اما اسناد اداره اراضی پروان نشان می‌دهد که موازی 39 جریب زمین پس از بررسی هیئت به عبدالستار خیرخواه مشهور به جندخان سپرده شده است. زمین تصفیه شدگی محض، اسناد ما در دفتر اراضی ثبت است. کدام جهل و مالش هر کس که چیز پرسون میکنه دفترهای حکومت در خدمت شد. بخش دیگری از معترضان دیدگاه متفاوت نسبت به اسناد دست داشته عبدالستار خیرخواه دارند. بچه والی به او اسناد جور کرده و ما چیکونه والی؟ این دولت عدالت نیست، این دولت خواهی نیست، ما جبه جند خون مظاهره میکنیم، سر والی مظاهره داریم، این رشوت خور، این پیسه خور، این قانون کار نمیکنه. والی پروان نیز ادعای اعتراض کنندگان را رد میکند. ما حالا میلان میکنم، فردا با شما میگویم، هر کسی که از یکی از اعضای فامیل ما شخص خود ما در مسائل ها داشت ما خود اعدام میکنیم. وقتی که اراضی تایید بکنه، وقتی که اعتبارن تثبیت بکنه،
ولی چی بکنه چی تصمیم بگیره؟ خب ولی جزئی که نشته کنه مطابق قانون اجراات بکنه. غصب زمین از سوی زورمندان در ولایت پروان هماره یکی از بزرگترین موضوعاتی بوده که به گفته شهروندان مقام های حکومتی هم در آن دست دارند. تازه ترین خبرها از جهان هم در این بسته. جمهوری خواهان در سنای امریکا از دموکرات ها خواستند که شورای دادرسی برای استعفای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور را تا ماه آینده میلادی به تأخیر بیاندازند. آنها گفتند که این تأخیر به آقای ترامپ فرصت می‌دهد تا خود را برای دفاع آماده کند. دونالد ترامپ متهم شده که در سخنرانی خود در 6 جنوری در واشنگتن هوادارانش را به یورش به ساختمان کنگره تشویق کرده است. در این رویداد 5 نفر کشته شدند. استعفای ترامپ در مجلس نمایندگان پیش از این تصویب شده و اگر در مجلس سنا هم تصویب شود او برای همیشه از امکان شرکت در انتخابات محروم خواهد شد. سران کشورهای اتحادیه اروپا پس از بحث و بررسی در مورد مبارزه با کرونا به این نتیجه رسیدند که مرزهایشان را همچنان باز بگذارند. برای وضعیت کنونی برخی کشورها درجه بالاتر از خط سرخ تعیین شده است. اتحادیه اروپا گفته که تا تابستان امسال باید 70% شهروندان این اتحادیه واکسینه شوند. سران کشورهای اتحادیه اروپا همچنان در مورد دسترسی کشورهای خارج از این اتحادیه به واکسن کرونا گفتگو کردند. ظاهر نوری هم از ورزش خواهد گفت. تیم ملی کرکت کشور نخستین بازیش را در برابر ایرلند با پیروزی آغاز کرد. در نخستین از دیدار 50 آورد تیم‌های افغانستان و ایرلند روز گذشته به مساف هم رفتند که این بازی به سود ملی پوشان کشور به پایان رسید. نخست بازی را افغانستان آغاز کرد. در 50 آور 9 بازیکنش را از دست داد و 287 دوش را برای ایرلند هدف تعیین کرد. در مقابل ایرلندی ها هدف داده شده را نتوانستند پوره کنند و با تفاوت 16 دوش شکستشان را در برابر ببرهای آبی پذیرفتند. در این بازی رحمت الله گربوز بهترین بازیکن میدان شد و توانست که 127 دوش برای افغانستان انجام دهد. این بازی ها به میزبانی افغانستان در ورزشگاه شیخ زاید امارات برگزار شده است که دو تیم قرار است به تاریخ 5 دل و در دومین بازی به مسافه هم بروند. در ادامه هفته 18 رقابت‌های لیگ برتر جزیره شب گذشته تیم‌های لیورپول و برونلی به مسافه هم رفتند. این بازی 1-0 به سود برونلی به پایان رسید و لیورپول شکستش را در برابر برونلی رد 16 پذیرفت. اکنون لیورپول با 34 امتیاز در رده 4 جدول قرار دارد. در لالیگای اسپانیا هم شب گذشته دو بازی ادامه یافت. تیم‌های والنسیا و اوساسونا به میدان رفتند که این بازی 1-1 به پایان رسید و دو تیم امتیازها را مساویانه تقسیم کردند. در دیگر بازی اتلتیکو مادرید 2-1 از سد ایبار گذشت و 3 امتیاز این بازی را کسب کرد. در جدول رده‌بندی لالیگای اسپانیا اتلتیکو مادرید با 44 امتیاز در صدر قرار دارد. ریال مادرید با 37 امتیاز در مکان دوم و بارسلونا رقیبش با 34 امتیاز رتبه سوم را در اختیار دارد. مهمترین ها همین قطع بود. ممنون که یک را بیننده هستید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.